میکنیم کار میکنیم چون کوه استواریم چون کوه استواریم جز فکر فردای بدن فکری دگر نداریم فکر فردای بدن فکری دگر نداریم چون کوره ها پنجران در جوش و در کتتون کرده خیال میکنه شبا بره درد بخونه میتونه کارگر رو نکار میکار کنه یالا بره در سالون آقای رئیس میخواه با تون صحبت کنه یالا بجام بره فراد با تو هم فراد با تو هم این هشت نفتی بلا چردم اگه کوری با تو هم چی فرمودین؟ مگه نشنیدی من صداد کردم کی منو صدا زدی؟ بابا من که انجرم باره شد خب بده بخیش بذارم من که چیزی نشنیدم داد زدن نمیخواد ملایم بگو برو آدم میره حضرت آقای محسن بفرمایی ته سالون بابا بلندتر بگو آدم بشنو بفتا باره ته سالون خیلی خب داد چرم زدی رفتم گوش کنین کارگران عزیز سال قبل در اثر سعی و کوشش شما کارخانه ما در بین تمام کارخانه های سردار اقتدار مقام اول را از حیث محصول به دست آوردیم و حالا به شما مژده میدم که زحمات شبانه روزی شما باعث شد که از طرف جناب سردار برای من پاداش و اضافه حقوق برسه نفهمیدم زحمت شما کشتیم پاداش و اضافه حقوقش برای شما رسیده خیلی مسخره است بله فرقی نمیکنه من تشویق بشم مثل اینکه شماها شدین من پاداش بگیرم مثل اینکه شماها گرفتین من اضافه حقوق بگیرم مثل اینکه مثل اینکه ما گرفتیم شما چلو چاو بخورین مثل که ما خوردیم ما خفه بشیم مثل که آقای رئیس خفه شدن چی شد؟ کی بود؟ هیچی آقا گفتیم ما شما یکی هستیم فرق نداریم که بله کاملا درسته بله. و برای اینکه مجددا بتونیم مقام اول رو به دست بیاریم شماها باید فداکاری بکنین و روزی دو ساعت بیشتر کار کنین اضافه کارش با کیست؟ اضافه کارش آقای رئیس میگیرن مثل که ما گرفتیم آقازادش رو میفرستن اروپا تحصیل کنه مثل که ما میریم تحصیل بکنیم اگه هفتی که اخلال کنی انقدر میذارم از که بیمیری ما بیمیریم مثل که آقای رئیس مردن برهاد بسته دیگه اگه زیاد فضولی کنی دستور میدم اخراجت کنن مگه بی خودیست نمیتونه اخراجم بکنی
من رفتم درس خوندم که طبق قانون کار بتونم از حق خودم دفاع بکنم. زحمت شما میکشیم، اضافه حقوقش شما میگیرید، او میگین مثل که شما گرفتین، تازه میخوام بیرونم بکنین، زیر اومدی قرب زد. خبشو حسابشو بکنیم از زیرش بیرون. شما نمیتونی منو بیرونم بکنی. 14 سال توی کارخونه کار میکنم، زحمت بکشم، میرم تهرون به سردار اقتدار شکایت بکنم، بابای من اونجا هم کاره است، باقمونش یه یافتنا. همه چیز به سردار اقتدار میگم. من سردار اقتدار صاحب این کارخانه هستم و به شما امر میکنم نباید انقدر به کارگر مرخصی بدید. اگه به کارگر رو بدید از زیر کار در میره، تنبل میشه. من شما رو مدیر این کارخانه کردم که به نفع من کار بکنید، نه به نفع کارگرا. ولی اون دو نفر کارگر مریض بودن و باید استراحت میکردن. یعنی چه؟ مگه من استراحت خانه باز کردم؟ هر کس مریض شد بندازیدش بیرون. برید تو شهرستان از مدیرای کارخانه های من یاد بگیرید که چطوری از کارگرا کار میکشن. تا روزی که من رئیس این کارخونه هستم، هر کارگری که مریض بشه بیرونش نمیکنم، بلکه کمکش میکنم که معالجه بشه. پس بفرمایید شما به عوض اینکه رئیس کارخانه من باشید، وکیل مدافع کارگرا هستید. در این صورت بهتره یک شغل دیگه‌ای برای خودتون انتخاب کنید. من ترجیح میدم همیشه بیکار باشم، ولی به دستور شما و امثال شما خون کارگرا رو تو شیشه نکنم. بفرمایید. جناب سردار، من از اول میدونستم این جوانای فرنگفته به درد مدیریت کارخانه نمیخورن. اگه اجازه بفرمایید من مدیر کارخانه بشم تا ببینید چطوری پوست کارگرا رو الفتی میکشم بیرون. پیشنهاد خوبیه، ولی من پیشنهاد بهتری برای چه پیشنهادی قربان؟ برو بمیر. اینقدر سنگ برادر سردار اقتدار به سینه میزنی؟ میخواستی بهش بگی اگرش من نده زندش نمیذارم. پسر برو دست بردار، برادرم دخترشو به تو نمیده. زمین تا آسمون با هم فرق داره. آخه چطور ممکنه برادرم دخترشو به یه آدم قمارباز و لاوبالی مثل تو بده؟ از یه پدر دامون خان توقع داشتی چه به سری به وجود بیاد؟ در عوض از حسادات بیشتر به الکل برای هم بیبردی، بیش توجهی هم به من نداشتی. مسئول بدبختی من تو و عموم هستی. اما من نمیذارم سردار راحت زندگی کنه. هم دخترش مال منه، هم ثروتش. چی کار میخوای بکنی؟ تو عرق تو بخور تن لش. مقایسه بفرمایید قربان، محصول امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده. در این قسمت محصولات رو بسته‌بندی میکنن و بلافاصله برای توزیع بین فروشندگان آماده میشه. بچه ها سردار داریم، سوارشو بریم دنبالش. با این سرعت اگه لاستیک بتره که ماشین چند ملق میزنه، خود به خود مخش میاد تو ده. رویزه مسئولیت جمع برای هیچ کادم همون نداری. چی شده این سرعت چی؟ کنگو نزدیک پنجر شد. خیلی خوب بری جمع، مواظب باش، مواظب باش. الان ملق میشن. Thank you.
چطوره؟ من اونو از شما میخوام، باید اونو خوبش. سعی خودمو کردم ولی حالش خیلی خطرناکه. باید سلامتیشو از خدا بخواید. سرنگ بده من. جناب سرور ممکنه ازتون بپرسن که حالش نمیدونم آقای اون خواهش کردن آقای اون آقا تو خواهش بکنم بفرد خواهش بریم بکنم همینجا نگردم کمی نرکه قلبی داشت ولی من اون که بس منی باشه ببرم متشکرم ببخش آقا اینجا چه خبره؟ سردار اقتدار سرمایه‌دار معروف سنکوب کرده. چی کوب کرده؟ سنکوب کرده یعنی سکته کرده. مرده؟ نزدیکه. اینا منتظرن ببینن طرف کی میمیره برن زودتر خبرشو چاپ کنن. ای وای من باشون کار داشتم. کاش دو سه روز مردنشون عقب مینداختن. چه کارشون داشتی؟ یه عرضه داشتم میخواستم بدم خدمتشون. بهتره تبرش کنی یه بار کی بفرستشون دنیا. به شرط که نامه رسونش هم خودتون باشین. چه؟ ده بله. آقا جون نمیشه بری تو. ای من مادر همه کلم بابا میجا کار بکنه. آقای اون بفرم کجا میره؟ این چو چک بار گم شو. مگر اونو سردار سنکوب کرده است. بفرمان اطرافیا برن. اطرافیا برن. مشهد الله باقا آقا پدر لعنه به چجوری مچ با من قفید ها من پسر من پسر مشهد الله مشهد الله باقا بونم گوش کن من پسر مشهد الله باقا بون بابا من پسر مشهد الله بابا سلام بابا جان سلام بابا سلام بابا قربون تو بابا جونم الحمدلله ببینم بابا چه بوی خوبی میدی آره بابا داشتم کود میریختم پای گلا خب چطور شد ناقافل اومدی تهرون چی بی خودی از کارخونه بیرونم کردم اومدم دوتا بریم پیش سردار شکایت بکنی او تو هم عجب موقعی رو انتخاب کردی سردار یه پاش این وره گورز یه پاش اون وره گورز شنیدم چرا اینطور شده است کم به مردم ظلم کرده است هرچی هست نتیجه عملی خودشو میبینه خب پسرم من برم موتورو خاموش کنم بعد بیاییم بشینیم یه چایی با هم بخوریم که خستگی در بره های داری چایی درست کن آب چایی برو بابا برو چایی درست کن دیدی من پسر مشهد رو با آقو بولم دخترم بله بیش بله پدر حس میکنم دیگه چیزی به آخر عمرم نمونده مردنیم پدر این حرفا چی؟ شما خوب میشی دیگه از خوب شدن من گذشته دلم میخواد این دم آخر عمری خیالم از طرف تو راحت باشه من دشمن زیاد دارم دشمنای من بعد از من مزاحم تو که تنها وارثم هستی میشن تو میگفتی مرد با ارزشی رو دوست داری میخوای باهاش ازدواج کنی این مرد قابل اطمینان هست بله پدر جون به خودت علاقه داره یا به ثروت من اون به ثروت ما احتیاج نداره پدر خودش یکی از ملاکین بزرگه قرار بود همین روزا بیاد خدمت شما و من از شما خواستگاری بکنه خیلی خوشحال شدم دخترم همین حالا برو بیارش اینجا میخوام دست تو رو بگذارم تو دستان خوشحال
پدر اگه اجازه بدی من میترسم دیر بشه. برو آخه گفتم برو بیارش. چشم پدر، الان تلفن میکنم بیاد. دکتر نفسم در نمیاد. اکسیژن خانم پرستار. بله اومدم. خواهش میکنم شیر اکسیژن رو باز کن. شیراز برمیگرده؟ چرا امروز پیداش؟ متشکرم. نمیدونم خانم، پدرتون منتظر جوابش زن. خب تلفن زدم بیاد دیگه. دکتر میگه هیچ امیدی نیست، شاید تا چند لحظه دیگه. خانم نذارید پدرتون مایوس و ناامید از دنیا بره. تو رو خدا راحتم بذار. سلام دخترمو. کیو میخوای پیدا کنی؟ شاید دنبال من میگردی. آرزو به دلم مون که دفعه دخترمو به حرفای من جواب بده. خب عموم حالش چطوره ها؟ چطور شد حالا که پدرم دم مرگی اومدی دیدنش؟ برای اینکه بعد از مرگش کسی که بعد از تو مواظبت بکنه منم. منم که پدر من هنوز نمرده و هیچ احتیاجی به مواظبت تو ندارم. تو چه بخوای چه دوست دارم. بزار ببوستم از عزیزم. بلم کن بایله داد میزنم. تو خونه ای که مریض بزیاد کن دیگه. بلم کن بلم کن. آقای گردن کلوف، زوره فقط به این لاله و به این ضعیفه رسیده است. زورم به تو گردن نازک هم میرسه. نفهمیدم حالا که این گردن نازک شد تبرم نمیدازدش. اما من میدازم. یکی دیگه بزن بینیم. یکی دیگه بزن دیگه بزن. برو گمشتر نه ترسی باز گرفتیم لاله بایست ببینم دیگه بلدیم کنم خده دیدی گفتم گردن رو تبر نمیندازه؟ اصلا تو چی کاری؟ خودت چی کاری؟ من همه کاره. منم هیچ کاره؟ من پسرموی مهتابم. تو غلط کردی؟ ما خود به خود با هم نام زدیم. نام زدیم؟ عقد ما رو تو آسمونه بستن. عقد ما رو تو زمینه بستن، درسته؟ آه خدا رو شکر نامزدتون به موقع رسیدن. سلام علیکم. سلام علیکم قربان. سلام کجل خان، حالت خوبه؟ چشمت گوشه. پس نامزد مهتاب تو نسناسی؟ پس خیال کردی تو رقاصی؟ رقاص؟ آقا خواهش میکنم عموتون مریضن، رعایت بفرمایید. خیلی خوب، مون مریضه حرفی نمیزنم. منم چون فعلا پدر نامزدم مریضه حرفی نمیزنم و الا پدر رو در میآوردم. بالاخره معلوم میشه کدوممون نامزدیم. من نامزدم. آقا خیلی متشکرم که کمکم کردی. قابل نداره آقا. مهتاب خانم، حالا جایی این حرفا نیست، پدرتون میخواد نامزدتون رو ببینه. بله مرتب سراغ شما رو میگیرن. خیلی خوب، پس بیاییم بریم. خواهش میکنم. هر کدوم خریه براتون میگم. کجا من میبریم؟ خدمت سرا. آقا پدر هرچی زودتر شما رو ببینه. اتفاقا منم با پدرتون کار دارم، میخواستم ببینمشون. شما ها بریم به پدرم اطلاع بدین که من الان با نامزدم میایم خدمتشون. نفهمیدم، فرمودین نامزد؟ بله الان خودتون گفتین. من به گور پدرم خندیدم. من خواستم شما را از شر اون نره خر خلاص. نین آقا تا حقیقت رو براتون بگم، پدر من داره میمیره. خدا رحمتش کنه. آخرین آرزوش اینه که قبل از مردنش دست منو بذاره تو دست نام زدم، اما متاسفانه اونم رفته مسافرت. میترسم پدرم با وجود اینکه از پسرم اون بدش میاد از شدت ناراحتی راضی بشه من با پسرم اون عروسی کنم. خب میفرما من چیکار بکنم؟ میخوام از شما خواهش کنم به خاطر کمک به من فقط چند دقیقه نامزد من بشی. باشه میشه. چی؟ نامزد شما بشم؟ بله فقط چند دقیقه. خیلی خوبه، اگه اجازه بدین این خدمت برای همیشه انجام بدم. متشکرم، اما آخه من بهرام نامزدم و دوست دارم. خوب قبول کردی؟ پس ما فقط چند دقیقه کمکی باشیم. خیلی بریم. خیلی متشکرم. بریم جناب سردار منتظر. منتظر من؟
آخه لباسامو مهم نیست، شما خود به خود آقا ببینم این مزل هر دم چیه. انجاش هم اینجا خواهش مگه چی شده؟ هیچی، یه خود حالشون خرابی. پدر جون آوردمش. سلام علیکم. بیا جلو پسر، بیا. چش قربون. بیا. وای اجده هفت سفر بباش. سلیقه خوبی داری دخترم، از ظاهرش پیداست که جوان برومندیه. باطلم برومندست. یعنی ظاهر باطلم یکیه. پس میخوای بگی غلبن دخترم رو دوست داری؟ من که همچه غلط کردم؟ من دختر شما رو میپرستم، میمیرم براش. بنشین. چشم. خب یک کمی از خانوادت تعریف کن. خانوادم؟ بله. کدوم خانواده؟ از پدرت، از مادرت؟ والا مادرم عمرش داده به شما، اما پدرم هنوز نداده به شما، بعدم میده به شما. مهتاب میگه شما از خانواده ثروتمندی هستید، پدر شما ملاکه؟ نخه دلاک نیست؟ بله، منظورش اینه که ملاکه. آره. بله بله. درآمد ماهیانه پدر در حدود چقدره؟ دویست پنجاه تومنه است. 250,000 تومن؟ 250,000 تومن؟ نخه قربان، منظورم شکست نفسی نکن پسرم. ما میلیونرا بایستی مقدار ثروت خودمونو از دیگران مخفی نگه داریم. دخترم به این حسن انتخاب تبریک میگم. خب بازم از زندگیت برام تعریف کن. چی بگم قربون؟ اینقدر به من نگو قربان. تو مثل مهتاب منو پدرم صدا کن. فهمیدی پسرم؟ بله پدرم. حالا پدرت کجاست؟ کدوم پدرم؟ اون پدرت. اون پدرم الان تو باغ است. تو باغ؟ بله، اون همیشه تو باغ و ملک و از اینجور جاهاست دیگه. پدرت چقدر زمین داره؟ کدوم پدرم؟ اون پدرت. اون پدرم اونو تو تقریبا دو میلیون هکتار. بگو دیگه، چرا خجالت میکشی؟ بله 2,000,000 هکتار، به غیر از کلی باغ و ماغ و 2,000,000 هکتار؟ اون وقت من بیچاره فقط 15 تا کارخونه دارم. چقدر چم بیچاره؟ دلم برای بابات میسوزه. خب حالا مطمئن شدم که دخترم رو برای خودش دوست داری پسرم. بله پدرم. حالا وقتشه که اسرار زندگیمو برای تو که داماد آیندم هستی بگم. نه لزومی نداری چیزی بگی. چرا نگم؟ بیا جلو پسرم. چشم پدرم. من اونو خواسته بودم که اسرار زندگیمو بهش بگم که بعد از من بتونه ثروت تو رو نگهداری کنه. پدر شما نباید این کارو بکنی. آخه این اونطور که شما فکر میکنین نیست. این از اونی که من فکر میکردم خیلی هم بهتره. آخه اینقدر ناراحتشو نکن عزیزم، مریضم. بفرمون پدرم. این انگشتر اجدادی ماست، نسل به نسل گشته و حالا متعلق به توه. بگیر دخترم، خودت دست نامزدت کن. پدر جون این انگشتر براش تنگه. ببینم چی میگه تنگست؟ اتفاقا گشاده، رفت تمومش. بیا اینم کلید گاف صندوقه، اسناد تمام ثروت من که عبارت از 15 کارخانه، چندین ساختمان، به اضافه 8,000,000 تومان پول نقد که در بانکه، در اختیار تو و دخترم مهتاب خواهد بود. پدر شما نباید همه اینا رو به دست این بسپارین.
منظورم اینه که این خودش هزار تا کار داره. من کجا هزار تا کار دارم؟ یه دونم ندارم. بفرمو پدرم. بسرم از امروز تو باید رئیس کارخانه باشی. همین حالا با مهتاب میرید کارخانه، خودت براشون نطق محکمی میکنی که ازت حساب ببرن. اگه میخوای این ثروت همیشه برات باقی بمونه، باید شب و روز از کارگرها کار بکشی. فهمیدی پسرم؟ بله پدرم، پدرش رو در میارم، کاری میکنم که روزی 3 ساعت اضافه کار افتخاری بکنم. در غیر این صورت باید تیپای بیرونشون بکنم. آفرین پسرم، بلند شو خانه رو بدون سرپرست نباید بگذاری. ولی آخه پدرجون. بریم عزیزم، مگه نمیدونی کارخونه بی سرپرستی؟ این پسره گردن کلفت تا حالا ندیده بودم، اصلا نفهمیدم چه وقت نامزد دخترمون شده. خلاصه اگه دیر به جنبی ممکنه تمام نقشه‌هامون به هم بخوره. از اینجا جنب نمیخوریم تا بیاد بیرون حسابش برسی. برانند بگو زودتر ماشین حاضر کنه بریم کارخونه. ماشین حاضره، بفرمی. خوبه، خوب شد یادم میاد. در ضمن از امروز حقوق دو تا باقیمون اضافه کنی. اون لالیه 2 برابر، اون پیرمرده 4 برابر. خب خانم دیگه معمولیت ما تموم شد، بفرمایید. این کلید گاف صندوق پدرت، اینم انگشتر جاده آبادون. حساب شده چه در نمیاد. بهتره بذارین انگشتر سر جوش باشه، البته فقط برای 1-2 ساعت. دیگه برای چی؟ شما به پدرم قول دادین برین کارخونه، ممکنه تلفن کنه بپرسه. آخه خانم من کار و زندگی دارم، باید برم اصفهان. خواهش میکنم، تا 1-2 ساعت دیگه نامزدم میاد و شما از این گرفتاری راحت میشین. کلی گاف صندوق من بفهم برین. بدبختی پیدا کردم، من چنین تم رئیس کارخونه باشم باید دیختم. همون اسفانیه بود، برین دنبالش. یه جایی خلوت بکشینش پایین، انقدر بزنینش که رای خونه اونو گم کنه. مواظب باشیم دخترمون صدمه این نرسه. برین را بیا. نمیدونم، شاید بنزین تموم کرده باشم. بشین تا هم بیام. این ماشین چرا اینجوری وایساده؟ یه جاده از این وریه؟ چرا رو به قبله وایسادی؟ جاده اینجوریه یا اینجوریه؟ ماشین عیب کرده است؟ خودت عیب داری؟ چه لال شدی؟ فرهاد بگی مگه ارزه نداری بزنیشون؟ چرا بابا نگاه کن چی میگن. آی دماغ دماغ یالا بلنش خودت به موش برده گیر از بلنش بنام. یالا دوشت در رقیم از در بلنش خودت بنام. پده سوخدای گردن کلوب دیدی بخوا. متشکرم، خوب حسابشون رو رسیدینا. من فکر نمی کردم اینقدر با اقتدار باشین. پس خیال کردی فقط پدرت اون سردار اقتدار است. بیم بریم لب جوی آب. بیاین اینجا دست روتون رو تمیز کنی. چی دوره اصلا لخشم برم تو آب شنا کنم؟ نه، شما به خاطر من خیلی خودتون رو به زحمت انداختی. قابل نداره همشیره، ما کاری نکردیم. چرا؟ شما نسبت به من خیلی جوان مردی کردی، شما خیلی خوبی. خودم میدونستم.
جون چیزی من خانم کارخونه دیر میشدم. آه راستی فراموش کردم. بریم. کارگران عزیز و شرافتمند، درود فراوان من و سردار اقتدار به شما و بازوهای توانای شما. از امروز قرار شده من رئیس و سرپرست همه شما باشم، اما با همه نداشته باشین، چون منم از شما کارگرم و کارگره که میتونه به درد کارگر برسه، نه سردار اقتدار گردن کلوف. چی داری میگی؟ از امروز حقوق همه شما اضافه میشه و مطابق قانون کار همه باید 8 ساعت کار بکنین و هیچ کس حق نداره از شما اضافه کار مجانی و بدون مزد بخواد. چه حرفایی که پدرم زد نمیگی؟ الان میگم کارگران عزیز. ببخشید، من از شما انتظار دارم که کارتون رو با دقت و دلسوزی انجام بدین تا مصنوعات مملکت ما به تمام دنیا صادر بشه. منم قول میدم همونطور که شخص اول مملکت اراده فرمودن، شما رو در سود کارخونه شریک بکنم. این حرفا چی بود زدی؟ چرا اون چیزایی که پدرم گفت نگفتی؟ بنده همیشه حقیقتشو میگم، یک زیر باری تقلب میمیرم، چاخان و دروپو خودی اون بابات است، پشتی هم انداز جنابی آقات است. برو نمیخوام کلیخت تو ببینم دیگه، نمیخوام کنارت بشینم، تو حق بازی همین دروغی، حالا میبینم که خیلی دروغی. بابام پول داره خیلی. خب به من چه؟ بابام مهر داره خیلی. خب به من چه؟ خب به تو چه؟ هیاهو داری خیلی. خب به تو چه؟ میدونی چیه تمشیره؟ اصلا دیگیر انگشت درت رو من نمیخوام، من دل بری زیبا و سیمین تن نمیخوام، اینم کلید بگیر برو ما را رها کن، برو با هر کس که دلیت میخواد وفا کن. بگیر انگشت درت رو در نمیاد، در نمیاد، در نمیاد. بگیر مال پدرت رو در نمیاد، در نمیاد، در نمیاد. کلید دارت نمیشم، وای نمیشه، وای نمیشه، وای نمیشه. میشه خریدارت نمیشم، وای نمیشه، وای نمیشه، وای نمیشه. دیگه یارت نمیشم، وای نمیشم، دم تی بی تیم پیاده میشم. برو تی بی تی. سلام پدر. سلام دخترم. پسرم کجاست؟ نمیدونم پدر، رفت. رفت؟ چرا گذاشتی بره؟ چه میدونم، دلش خواست، لابد کار داشت. چه کاری مهمتر از کار من و توست؟ چه کار کردید؟ چطور شد؟ ها؟ تورای کارخونه 3 نفر جلوی ماشین رو گرفتن، میخواستن فرهاد بکشن. عجب. ولی اون همشون رو زد و رفت. آفرین، پس معلوم میشه مرد شجاعیه. ولی خوب حرف نزد، من از طرز حرف زدنش با کارگرها هیچ خوشم نیومد. سخنرانیش اصلا مهم نیست، کسی که تونسته 3 نفر رو مغلوب کنه حامی خوبی برای توست دخترم. برو زود بیارش. برو. ولی آخه پدر جو. گفتم برو. بله مهتاب خانم، خواهش میکنم بیشتر از این پدرتون عصبانی نکنی. برو برو
به مهتاب خانم بگو بیاد اینجا. بگم شما کی هستی؟ من بهرام نامزد مهتاب خانم هستم. نامزد مهتاب خانم؟ دیدی موچه تو گرفتم؟ یعنی برو از اینجا بیرون حق باز. مهتاب خانم خودش نامزد داره. چی میگی برا کتوله؟ غیر از من کی میتونه نامزد مهتاب باشه؟ نمیذارم از اینجا جام بخوری. به قد من نگرم کن بگم جم رشید خان. این حق باز میگه من نامزد مهتاب خانم هستم. از استقبار گرمتون متشکرم. بهرام خوب شد اومدی. بیا بریم نامزدمو بیاریم. چی نامزده؟ آره فعلا جای این حرفا نیست. بیا تو را برا تعریف میکنم. بیا منو با ماشینت ببر. سرحان مسافر اصفهان بس بابا برو. نگردان نگردان. سب کن من سوار بشم. سب کن. آه چرا اینقدر دیر تشریف میارید؟ چقدر باید داد بزنید؟ من اصلا صدا شما رو نشنیدم. یه خورده بلندتر داد بزن آدم بفهمه. یعنی حنجره من پاره بشه؟ ای بیداره. بفرمایید بالا. حالا شنیدی؟ من که چیز نشنیدم. فرهاد باز چی شده؟ لابد نومزدی باید یه سر دیگه تجدید بشه ها؟ آره پدرم فوری شما رو خواسته. لا اله الا الله بر اون پدر. آقا چی کار داره میکنه؟ آخه خانم من اسمم کار زندگی دارم. خواهش میکنم پدرم اصرار داره شما رو ببینه. میدونین که دم مرگه. خانم جونم داره دست این آقا به لبم میرسه. تکلیف من چیه؟ اینم راست میگه پدر شما دم مرگه. اینم از دست من جونش به لبش رسید. من نمیدونم تکلیف من با این دو تا مرده چی چیه. خواهش میکنم فردا برین اصفهان. آقا جان اتوبوس معطل. خواهش میکنم. وقتی که خانم میگه بیا بیا دیگه پسر. به شما چه مربوطه است؟ خانم ایشون راننده تازه شما؟ نه این بهرام نامزد منه. آه پس یه آقا نامزد اصلیه. خوشبختم. منم نامزد بدلی ام. سلام علیکم. دست است. خب یه نامزد اصلی که تشریف آوردن با ما کاری نداری. خداحافظ شما. لابد کار دیگه ای باهات داره. یارو بیا سوار شو. انگار نوکرش قول میده. قیافش مثل برج زهرمار میکنه. بابا چرا اینجوری میکنی؟ کیف من نبود منو به جای این جونور قالبم کردین؟ حرف دهانتو بفهم. یارو برو سوار شو. چی دستورم میده؟ من اصلا نمیام. با اون چی کار داری؟ من از شما خواهش میکنم. میام به شرط این آقا دنبال ما نیاد. پس میفرمایید بنده باید کجا برم؟ بلیط منو بگی برو اصفهان. آب و هواشم خوب است. پس آقا بفرمایی الله سوار شو. باره بابا یالا بیا سوار شو. باز دستور میده. من نمیام خانم. خواهشم بیا سوار شو. دی برام تو حرف نزن. بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ ما دو سه ساعت منتظر ما باش. ما برمیگردیم. بفرما. آی مرده من دست این مسافر اصفهانی. برو چنم نره خر. برو دیگه. کلید انگشتر رو بده. کلید انگشتر دیگه چیه؟ باز تو حرف زدی. من نمیام خانم. نمی. بهرام ده حرف نزنده. پس میفرمایی بنده چیکار کنم؟ فشم. بله دیگه. برو کنار. خبر من مریضم. این دیگه که پسرم. اینه. این راننده منه. چی داره بیگی؟ اینه. این بهرامه. آقای سردار اجازه بدیم خودم حقیقت بهتون بگم. من نامزده. این نامزده. نامزده اون خانم پرستار. چی؟ نامزده؟ بله. خانم پرستار اومده تو اتاق من چی کار میکنه؟ لاباد اومده نامزد بازی رو کنه. غلط میکنه. بله. آخه اونم پدر مثل همه ما. جای نامزد بازی نیست. برو بیرون. بله بیارو بیرون. آدم جلوی مرده نمزد بازی میکنه. چی؟ منظورم اینه که آدم جلوی مریض که نمزد بازی نمیکنه. برو تو باغ به اون گندگی. یاله خواهش میکنم آقا. خانم پرستار ممکنه خواهش کنم با نامزدتون برین تو باغ؟ بله البته. بله بریم تو باغ. گوشه باغ تای باغ. بریم تو باغ. باغ به اون گندگی ول کرده اومده اینجا چیز میکنه. چرا با مهتاب قهر کرده بودی پسرم؟ آخه اذیتم میکنه پدرم. تو باید دیگه اینجا بمونی پسرم. چشم حالا که اصرار میکنید میمونم پدرم. مهتاب برو بهترین اتاق و در اختیارش بگذار. ولی آخه این خونه دیگه مال خودش. برو جونم. آخه این نمیتونه اینجا بمونه. چرا نمیتونم بمونم؟ میمونم. بیا بریم عزیزم. مگه نمیدون نباید بالا سر مرده چیز مریض نباید اینقدر وراجی کرد. اتاقم کجاست؟ چرا معطل؟ ببر نشونش بده. بیا بریم عزیزم. بیا بریم اتاقمو نشون بده. بیا بریم. خب حالا که نامزد علکی شدیم اجازه بدیم این گلو به شما تقدیم کنم. متشکرم. پس اجازه بدیم منم این گلو به شما بدم. مرسی. ولی خدا کنه نامزدتون نبینه.
نامزد شما چطور؟ فعلا که ندارم، تو نوبت خوابیدم. نفهمیدم اتاق سفارشی دو قبضه که پدرتون فرمودن همینه؟ بله همینه، بهتر از اینم نداریم. بله اینم پیژامتون، بهتر از اینم نداریم قربان. دست شما درد نکنه قربان. سر شما درد نکنه قربان. شما چی باشی قربان؟ من آدمم قربان. خوبه شغل شما چیه؟ بنده پیش خدمتم قربان. خاک بر سر قربان. چرا قربان؟ یه ساعت بی خودی دارم به این تعظیم میکنم. خب پس اتاق بیترزین نداری؟ نه خیر. پیش خدمت بیترزین هم نداری؟ نه خیر. بی جامعه بیترزین هم نداری؟ نه خیر. این کلید اینم انگشتای جاده آبادی دو من رفت. یه دقیقه صبر کن. خیر خب حالا میرم یه اتاق بهتر برات تهیه میکنم. این پیش خدمت رو عوضش بکنی. مگه من چه بیدارم قربان؟ تو نفهی قربان. حاضر شدی عزیزم؟ آره. لباسم چطوره؟ خوبه، هرچی تو بپوشی برد میاد. حال پدرم چطور؟ بد نیستن، خوابیدن. شما کجا میرید؟ میریم کابارای کاز با شام بخوریم. اگه پدرم سراغ منو گرفت فوراً به من تلفن بزنیم. من خیلی خواه. خداحافظ. خدا. چرا اینجا وایسین هوا میخوری؟ داشتم بهرام و مهتاب خانم رو نگاه میکردم. کجام؟ پچه من نمینمشون. نکنه رفتن لا درخت ها؟ نه رفتن کاباره. چی باره؟ کاباره رفتن. رفتن شام بخورن و برخصن. برخصن؟ غلط میکنه اون گردن خلوف با نومزد من برخصه. الان میرم همه چیز رو به سردار میگم. سردار تازه الان خوابیده ناراحت میشه. من میدونم کجا هستن. اگه بخواین من شما رو میبرم پهلوشو. بفهم بریم جل. آخه اینجوری که نمیشه، باید بریم لباسمون عوض کنیم. الان میپوشم. بهده سوخته رفته با میزدی من برم.
قشنگه. آره خیلی قشنگه. چی؟ تو اینجا چیکار می‌کنی؟ دلم نرمه نوزدمو تنها بذارم. حال شما چطوره؟ خانم بفهم بشین بفرمایید. معذب خانم معذرت میخوام، من برای اینکه ایشون حقیقتو با آقای سردار نگم ناچار شدم بیارمشون. دیگه از دست تو حوصله‌ام سر رفته. جهنم، روزی 200 تا دیزی سر بره بذار حوصله تو هم سر بره. حالت خوبه؟ یالا بلند شو از اینجا برو بیرون. اومدی اینجا چیکار؟ تو اومدی اینجا چیکار؟ یالا برو بیرون. حال شما چطوره؟ من با نامزدم مهتاب اومدم. منم با نامزدم آفتاب اومدم. حالت خوبه؟ گفتم مهتاب نامزد منه، میفهمی یا نه؟ این کتش اگه راست بگو نمزده ببینم. دیدی نداری؟ ملازه فهموزی دروغ میگه. حالا این نمزده من میبینی چه گنده است؟ خانما میبینی؟ درست مهتاب خانم؟ حال شما چی دارد؟ حالا که معلوم نیست کدوم یکی از ما نمزده شمایی من رفتم. منم برسونی خودش بلدخره ما نفهمیدی نمزده اصلیه کدوم. همین ثانیه بزنین دخلشی بیاری. کمک نمیخوام، من خودم تنها پدرش در بیارم. کمکش بکنم. مارا تنه خودشو در رم بیبینمش پدرش نرم. خدا امش نه رنج و نه رنج دلم خیلی گرفته قلبم غصه خوبده تنها امید
که جلوه گلشن توی توی داره. چه سر کشم بس که بهت ندارم مرمرین کنم اشوه گر منم چون گله بخورم اونجا رو ببینیم اینطور چه معلومه اسم نومزد شما خیلی به شما علاقه داره دا برو تو پرستار به عوض پدرتون داره از نومزدتون پرستاره میکنه چه تقلایی هم کنه همچه آتشم بس چه سرکشم بس که بهت ندارم مرمری کنم اشوه گر منم چون گل بهارم خسته نباشی تو هم اومدی؟ نمیخوایم برمیگردیم تو همین حالا میتونی برگردی اما قبل از اینکه برگردم یه بدهی به شما دارم اجازه بدین تقدیمتون کنم چه بدهی؟ الان خدمتتون عرض کنم باشه لو بلد خواهش میکنم برش کن
زهر مار بله قربان، این چی زده من پوشیدم؟ این مال پدر بزرگ آغاز قربان. شده بزرگ آغاز؟ پس اون چی تو پوشیدی؟ این مال خود آغاز قربان. من خلقم ته میشه توی اتاق کوچیک، نمیتونم بخوابم. این اتاق خیلی خوبه قربان، قبلا مال بنده بوده قربان. اصلا برای تو زیادم بوده، تو آدم حساب نیستی که. من میرم تو اتاق. اون اتاق مال خانم پرستاره. پرستار همونجا پیش سردار بخوابه. شما دیگه خسته شدین، بریم بخوابید. اگه لازم شد من صداتون میکنم. متشکرم، شب بخیر. شب بخیر جونم. شدم تا اومدی بس دیگه خودتو به خواب نزن. بلند شو بلند شو وسط مشروب بردم. نکنم چی به تسکتی سیا میگم بلند شو خانوم پرستار مامانی من، میخوام راجع به آیندمون صحبت کنم، آینده شیرین زناشوییمون. چی میخوای بگوی عزیزم؟ عزیزم میدونه چقدر دوستت دارم همسر آینده من. میگه مهتاب خانوم دوست نداری؟ دوستش داشتم، اما از وقتی که اون مردی که یه بیشور گردن کلوف نامزد علکی شده ازش بعدم اومده. اجازه میدی ببوسم؟ آره عزیزم. بده من لبو. بیا این لب. بله ماما. بیا مان مرد پدر سخته اومده منو باش بکنه. کجا هست؟ ده بیا نامم بچم بکن. ده بیا پدر سخته میخوای چه خبر شده باشه؟ نصف شب این نره خر اومده بالا سر من. امشب توی خونه همه میرن بالا سر هم دیگه، من کجا برم؟ منم برم، من میرم توی اتاق میخواب. یه جا اومده بودم لبم گاز گرفته بود. دست سوخته خجاله. موسیقی
سخونتون حاضره قربان بفرمایید. چرا باید جلو دست من؟ قربان ببخشید مذارت میخوام خودم به دست شما. سخونتون حاضره قربان. یه بالا تخمه مرغ نیمرو مربا پنی کره چیرم حالا بیه بالا تو بابا بده من دست تو قربان بفرمایید سخونتون حاضره جهنم حاضره با خودم خفه نشی بیه بالا بده من دست تو بیه بالا قربان بفرمایید سخونتون حاضره من نمیخواد شما رو بندازم تو آب این شدی مهم نیست من واتر پروفم قربان بیه بره اینا کی هست؟ مهتاب خانم و بهرام خانه کجا میرن؟ خانم هر روز صبح یه ساعت میرن اسب سواری اسب جناب سردار حاضره اگه میل دارید شما هم بفرمایید آره میرم یالا برو ببینم آقا من که اسب سردار هستم از کجاست؟ سرطویله بیه بریم ماشاءالله چقدر سریع شما خوشی قربان شو سوار کردن ندارم قربان مثل اینکه شما سواری بلد نیستی قبل شما من بلد نیستم من خودم یکی سوارم یکی سواری خب بفرمی بلد چجوری سوار میشه بفرمی برون گم شما برم اینم که از سوار دست ما شما که یکی پیاده شدین بفرمی بلد بفرمی بلد حالا دیدی چرا سر تنش از این قربان سرش اون بره سر هست اون بره پاک فرد کنی تو بدی من دست رو نمیخوام بدم دست رو بدی من نمیخوام پایش بکنم خیلی خوب حالا هی کنیم بریم یالا یالا برو نه یالا دوارو دیگه یالا دوارو برو صاحب مرده آقا خواهش میکنم به حسب سردار بی احترامی نکنید ایشون غیر از اسمای دیگه هم با شخصیت هم نکنه اینم سردار سنگوب کرده شما اجازه بدید من همین الان براتون راش میندازم جناب آقای اسب گوشتون به عرایض بنده هست خب آره آقای اسب تقاضا میکنم آقا رو ببری و زود برش گردونی مرسی تو چند زبون بلدی سه چهار زبون برو ببینم یلا ببینم به سلامت آقای اسب تو باید حقیقت رو پدرت میگفتی آخه اون موقع نمیشون خیلی خب دیگه دلش کیف این هوا نیست فرهاد دلش کن بابا نه ممکنه بره همه چیزو به پدرم بگی دنبال سرنوشت و زندگیم میرم جایی که یه جو حقیقت وجود داره تو حالا نباید بری پدرم بیدار میشه باز تو رو میخواد من نمیتونم بیشتر از اینجا بمونم و شاهد دروغگویی و ریا و تزویر باشم مگه چی شده؟ شما چی میفهمی؟ کسی که تو کادیلاک به دنیا بیاد و صاحب میلیون ها ثروت باشه احساسات دیگرون براش معنی نداره فرهاد نرو من هنوز به تو احتیاج دارم پدرم الان بیدار میشه سراغ تو رو میگیری بهرام خان خدمتتون هستم مطمئن باش وقتی پدرت حقیقت رو بفهمه به داشتن دامادی مثل بهرام افتخار میکنه فرهاد نرو صبر کن خواهش میکنم بذار باهات حرف بزنم خواهش میکنم ولش کن بذار بره مزاحمو اصلا اینو از کجا پیدا کردی اون هر کی هست از دلش حرف میزنه بسیار خوب مزاحم نمیشم عصبانی شدی جوی؟ اوه نه هیچ ناراحت نشو اصلا مهمی هیچ وقت عصبانی نمیشم مهتاب خانم پدرتون شما رو میخوان عجله کنی
الان لباسمو عوض میکنم میام. بابا شماره من زبونی نکن بابا، خدا بزن رفتم اسلام خدا نمیری وایس ببینم نمیتونم وایس یه چیزی ببینم تحمل نمیتونم کنم. من از روز اول میدونستم که اینجا نتیجه ای نمیگیری. برو بابا، برو اسمون بچسب به کار و زندگیت، اونجا برات بهتره. خوش اومدی بابا، به خدا سپردمت. برو جانم. این نسخه رو فوراً بدید به بسیار خوب. حال پدرم چطوره دکتر؟ حالشون بد نیست خانم، خیلی بهترن. سلام پدر، حالتون چطوره؟ دخترم، میدونی دکتر تا امروز به زور دوا و اکسیژن منو نگه داشته، اما دیگه حس میکنم امروز آخرین روز عمر منه. نه پدر، این حرفو نزنی. دلم میخواد تا زنده هستم هر روزیه تو با فرهادو ببینم. ولی پدر، تا شما خوب نشین من عروسی نمی کنم. اگه میخوای خوشحالشم همین امروز باید مراسم عقد تو انجام بشه دخترم. مهتاب خانم، بهتره قبول کنید. مهتاب خانم، هر پدری آرزو داره عروسی دخترشو ببینه. بیاین عجله کنید، آخه اون رفته دیگه بر نمیگرده. اگه شما دنبالش برین اون بر میگرده. من میدونم اون شما رو دوست داره. بری. عجله کجا رفت؟ به اون چی کار داری؟ میشه منو با ماشینت ببری این نسخه رو بپیچم؟ به شرطی که بعدشان با هم بریم یه جایی قهوه بخوریم. باشه بریم. آی برات مسافر اصفهان، برات مسافر اصفهان، بابا نیستش، برو همیشه لنگه اینی. نگرد بابا، نگرد همینطور دستور میده بهش بره. مگه نه اینی من اونجا وایستادم؟ بابا صد دفعه دم اسم شما رو گفتیم جواب ندادی. اگه داد زدی که من میشنفتم، داد زدن نمیخواد. ملایم بگو مسافرات سوار بشم، هم سوار میشه. خیلی خوب آقا، بفرما سوارش. بلندتر بگو آدم بشنفه اقلا. عجب، بفرما این سوار شد. من که چیزی نشنفتم، اصلا صداش در نمیاد گردم. فرهاد، فرهاد چی شده؟ لابد باز پدر سراغ منو گرفتی که برگردم خونه. نه این دفعه نمیخوام به خاطر پدرم برگردی، خودم میخوام برگردی. من دیگه نمیتونم تو اون خونه بیام و آلف دست شما باشم. آدمای مثل شما فقط به خودشون فکر میکنن، احساسات دیگرون براشون ارزشی نداره. باور کن اینطور نیست، حقیقت چیز دیگه ایه. تو خونه شما حقیقت وجود نداره. چرا؟ داره. حقیقت اینه که خودم به تو احتیاج دارم. بپرمسی باش فرهاد. متشکرم، متشکرم. ایوه ماک، مگه مفت است؟ چه خبره؟ قربان، آقا برای انجام مراسم عقد همین الان تشریف میاره. بسیار قربان، خیاطم لباسه عروس خانم آوردن. بیان ببینم. بیان تو.
ببخشید همشیر، ببخشید. آخ بری که بری کنار. تقدیر شما خانم، خانم بوق بزن بگی چشم نداری. خانم چرا چادر چاخ شد رو سر من میکنی؟ بعد از سر من چادر. سلام علیکم. بیا جلو پسرم. چشم بدارم. بیا سلام، بنشین. چشم بدارم. چیزای اجده ها تیزه. بنشین. میل دارم همین حالا تو با مهتاب عروسی بکنی پسرم. چشم پدرم. چی پدرم؟ تو خوشحال نیستی پسرم؟ چرا پدرم؟ شما مطمئن پدردون اینجاشون چیز نشده؟ بله کاملا مطمئنم. چرا عجله نمی کنی پسرم؟ من دارم عجله می کنم پدرم، اما بعدیش اینه که مهتاب دختر شما عجله نمی کنه. اتفاقا عجله من از شما زیادتره. چرا بایستدید به هم نگاه میکنید؟ آخه همینطوری که نمیشه با دختر شما عروسی کنم. شما هنوز خانواده من ندیدین. اونا هر کی باشند مورد احترام منند. آخه حقیقت زندگی من چیزی دیگه است. حقیقت زندگی تو در خودت خلاصه شده و خودتو رو هم من پسندیدم پسرم. خیلی خوب، اما باید اول از پدرم اجازه بگیرم و اونو که باید شخصا بیاد اینجا و مهتاب از شما خواستگاری بکنه. کجاست؟ اصفهانه؟ نه اتفاقا همینجاست، نزدیکه. چه بهتر، برو بیارش. عجله کن. آخه زود باش پسرم. چشم پدرم. چیکار کنم؟ چی؟ من بیام دختری سردار اقتدار واسه تو خواستگاری بکنم؟ مگه دیوونه شده ای پسر؟ نه پدر، سردار دیونه شده که میخواد این کار بکنه. اون هم خودش رازیست هم دخترش. ممکن نیست، اونا میخوان تو دست بندازن. آخه چطور میشد قبول کرد سردار اقتدار راضی بشه دخترش بده به پسر یه باغ بود؟ درست است بابا، منم به اونا گفتم حقیقت زندگی من چیزی دیست. گفتم شما خانواده من هنوز نیدین. گفتن اهمیت نداره. من که باور نمی کنم. بابا میدونه حقیقت چیه؟ سردار در مرگست. بی خودم از ما خوشش اومده، میخواد دخترشو بده من که بعد از مرگش تنها نباشه و ما ازش نگهداری کنیم. فهمیدی؟ تو هم مانع سعادت من نشو. بلند شو زودتر لباس پلو خوریاده بپوش، بری پیش سردار از دخترش خواستگاری کن. بلند شو، بلند شو تا تنور گرمست. یالا بابا. همه چیز مرتب باشه که وقتی پدر داماد عزیزم تشریف میارن ازشون خوب پذیرایی بشه. همه چیز مرتب قربان. بسیار خوب. پدرم، اون پدرم اجازه میخوام بیان تو. قدمشون سر چشم، تشریف بیارن. برید با احترام واردشون کنید. اون پدرم بفرمایید تو. سلام. خوشم. پدر تو اینه؟ باغبون من؟ بله. پس تو پسر مسیح الله باغبونی و خودتو به جای یک ملاک به من قالب زدی؟ بیشور حق باد پس فطرت؟ این مردی که یه بیشور پدر توه؟ تمام این مدت تو منو آلت دست خودت کرده بودی. برید دوش، از جلوی چشمان دوشید. برید بیرون احمق. جناب سردار خواهش میکنم عصبانی نشید، برای قلبتون مضر. عصبانی نشید، خواهش میکنم. تو پیر خرفت احمقم، حالا دیگه اینقدر جرأت پیدا کردی که بیایی از دختر من خواستگاری کنی؟ مردی که نمک نشناسه حمال. چرا وایستادی؟ گفتن این کسافت رو با تو سری از خونه من بیرون کنید. برید بیرون. به پدرم دست نزد. برید بیرون، بیرونشون کنید. اقره بازانو برو بریم. آی قلبم، آی قلبم. راه محقت کردی و با یک باقبون زاده
نامزد شدی. پدر حقیقت غیر از این چرا تقصیری نداشت؟ نامزد حقیقی من کسی دیگه است. من حالا همه چیزو براتون میگم. از خونه سردار میتونم برم، اما این گلا رو چجوری میتونم ترک بکنم؟ بسس بابا، سی سال تو این خونه زحمت کشیدم و تو باعث شدی که با خفت و خاری از اینجا بیرونم کنم. عیبی نداره، تو بهتر از من اینا رو میشناختی. بیا بریم. ببینم اینا کجا میرن؟ آقا دستور دادن پدر و پسر جفتشون از خونه بندازیم بیرون قربان. آجی پس فرهاد پسر این باغونه بود. خوشحالم که بالاخره همه چیز روشن شد و به جای اون باغبونزادی کثیف تو عیانزادی اصیل و شریف داماد من میشی. آرزو دارم تو دخترم مهتاب و خوشبخت بکنی. ببینم آقا برای مراسم عقد آمده. برای انجام مراسم عقد تشریف آوردن. بو تشریف بودو تشریف آوردن. خانم ها خیلی متشکرم، لطفا یه دقیقه بفرمایید بیرون. بفرمایید. یا الله یا الله، سلام علیکم. علیکم سلام. بسم الله رشید خان، عموم حالش چطوره؟ الحمدلله خورم، الحمدلله حالشون بهتره. اجازه فرموندن مهتاب خانم امروز عروسی بکنه. متشکرم. چطور شده؟ تمام نقشه همون با هم خورد. مهتاب قرار امروز عروسی بکنه، اما یه جون سخته هم هنوز زنده است. یه راه دیگه هست. چه راهی؟ ببین اگه این دختره رو نداشته باشه وارث ثروتش کی میشه؟ خب معلومه بابام. خب بچه رو کلک دختره همون تو نکنیم ها؟ آره راست میگی. عروس خانم بالاخره نفرمودی برای ازدواج با آقای بهرام جهان ملک راضی هستی؟ بله. مبارک است این شغل. جناب سردار تشریف آوردن. تعظیم از بخارا قربان. یا الله. مبارک باشه فرزندان، امیدوارم هر دوتون خوشبخت باشید.
چرا تو رو صورتت انداختی دخترم؟ آخه خجالت میکشه قربان. خجالت نداره، بیا جلو میخوام ببوسمت دختر عزیز. چی؟ خانم پرستار؟ این دیگه چه حق بازیه؟ تو چرا لباس دخترمو پوشیدی؟ مهتاب خودش اینجور خواست. مهتاب غلط کرد، برخلاف میل من رفتار کرد. کجاست حالا؟ رفت دنبال فرهاد، اون به من علاقه ای نداشت. غلط کرد، بدون اجازه من رفت. همه چیز تو این خونه برخلاف میل من انجام میگیره. اون پسر چه لیاقتی داشت؟ خواهش کردم عصبانی نشید قربان، براتون خطرناکه. چرا باید دخترم هم بره دنبال یک باغبون زاده؟ چرا؟ آقای سردار، عشق دیگه سرمایه دار و گدا نمیشناسه. همینطور که من عیان‌زاده ترجیح دادم با یه پرستار زندگی کنم، دختر شمام یه باغبون زاده رو به من ترجیح داد و رفت دنبال دلش. سرعت کجا داره میره؟ نمیدونم. دفتر تی وی تی را تو چیکار کنه؟ بالاخره معلوم میشه. تا دیدی یه جای خلوت و مناسبه بهش برس، همونجا کلکیشو بکن. چه جلو ماشین من؟ خانه اون این چجور ماشین روندنه؟ نزدیک بود همه رو نفله کنی. ببخشین آقا، فرهاد بیا پایین، کارت دارم. باز دیگه چه کلکیه؟ خواهش میکنم بیا پایین. نمیام پایین، همینجا خوب است. فرهاد از تو خواهش میکنم. بشین سری جات. ماشی عدالله، با خود شما هم کار دارم، خواهش میکنم بیاین پایین. نه ما با شما هیچ کاری نداریم. آقا جون بفرم پایمینین چی کار دارم، اون کار زندگی داره. بلنش یه دقیقه بریم پایین بابا. ببخشید آقا راننده، هر کاری دارین زود با شما با سر موقع برسیم. چه فرمایش داره خانم؟ شما با چه روی میخواین با من صحبت میکنین؟ یادتون رفت پدرتون با چه خفت و خاری منو پسرم از خونه بیرون کرد؟ من از طرف پدرم از شما معذرت میخوام. شما ها که اونو میشناسید، اون جز پول به هیچ چی فکر نمیکنه. اما من اون نیستم. من پسر شما رو خیلی دوست دارم، باور کنید. این دوستی فایده نداره. شما عیون‌زاده هستید، پسر من باغون‌زاده. زندگی شما ها هیچ وقت سر نمیگیره. همونطور که بعد از 30 سال خدمت منو مثل یه سگ از خونتون بیرونم انداختین، یه روزی هم نوبت پسرم میشه. اینطور نیست، به خدا اینطور نیست. پسر شما عروسی کنم. فرهاد لااقل تو حرفای منو باور کن، به پدرت بگو. پدرم گوش، اگه بخواد دلت به رحم بیاد و بری دنبالش، دیگه پسر من نیستی، یا من یا دختری سردار اقتدار. پدرمو ترک کنم. خداحافظ. دور زن اد بره میره. یلا بچه سواشین تقریبش کنیم. بله یا
نه ما کار زندگی داریم. پدر اینا همونا بودن. کیا؟ پسرامونی مهتاب و داردستش، همونا که میخواستن چند دفعه منو بکشن. الان هم میرن یه صدمه مهتاب برسونن. امام مربوطیست بیا بالا بریم. چی میگوی بابا؟ چرا ما مربوط نیست؟ بابا اینجا دیگه پای عشق و عاشقه این چیزا تو کار نیست، وجدان و مردونگی در میونست. ما باید این دختر بیچاره از چنگ اینا نجات بدیم. بابا آقای راننده شما یه کار بکنید بلکه بتونید دختره نجاتش بدیم. من چی کار میتونم بکنم جز اینکه اتوبوس برگردم؟ اونم که ممکن نیست مسافر اجازه بده. خانوما آقایون جونی زن در خطر است، همه دون ناموس دارید، خواهش میکنم اجازه بدید برگردیم به کمک این زن بریم. انصافا چی سرمش؟ آقایونا چرا ساکت نشسته این؟ یه زنی بیچاره جونش در خطره، نمیخوای نجاتش بدین؟ پس انسانیتتون کجا رفته؟ من که حرفی ندارم. منم حرفی ندارم. آره حق با توه، راست میگه بابا برگردیم، فکر کنید خواهرتونه. برگرد بابا. آقای راننده برگرد، خودم پدرشونو در میارم. آره بابا آقای راننده برگرد. حالا که موافقی رفتیم سب میشینه، خواهش میکنم. خاطر جمع باشه، الان مثل هلیکوپتر میرسم بالا سرش. سب بشه منه. یالا تونتا از پیچ که رد شد به پیچ جلوش. سب بشه نبینه. یالا بشینش تو باشین، زود باشین. بیا پای مینا. چیه پای مینا؟ خوشگله. پای مینا. شرف دیگه پای مینا. یالا دیگه. بیا. شما چند کار مینا. یالا زود باش. همون آنه باشین کشترش بیرون. بده کارم بکنم. یالا زود باش پیش به هست. بچم رکومتو به کارم برستم به. کنید بگرد کمی تو شهر رو الان میگذر. نه خود نه خود میرم بردی که بابا از داره انداختم تو بیرایه. دست من نمیتونی درین سرف بشنه بریم. دهنده هوارم زدیم به امید خدا. برو تو بیابون، اتوبوس نمیتونی بیاب. انداختم تو بیرایه. کره ما هم برم بهشون میرسیم. سرف بشنه بریم. کمی تو سفر رو داره میاد تو بالاو. دیگه چیزی نمونده به اون برسه سفر چون دیگه تو الان میگیرم سو سفر بشنه بینه. چجوری برم بنزین تموم کرد؟ بلا شما
حرف بزنی میکشمت. اگه یه قدم جلو بیا یا کسی رو صدا بکنی اینو میکشم. چی کارش داری؟ حرف حسابی چی چیه؟ به تو مربوط نیست، این دختر اونو خودم میدونم. ای آره درسته، تو به سر اون مهتاب خانم هست. من خیال کردم یه آدم بی پدر و مادری هستیم. حرف دهن تو بفهم، برو گمشو. چشم، معذرت میخوام، نشناختم. خب خداحافظ شما، دست بده من برم. نه پایین، برو گمشو. نه خب، چشم، چه بد اخلاق. خداحافظ شما. راستی ماشینتون پنچر شده، اجازه بدید شما رو با اتوبوس برسونم. بفرمایید. گفتم برو گمشو. خیلی خوب، الان میرم گم میشم. پسرم و دخترم و هستید، به من چه مربوطه؟ هر کار خواستین بکنید. پدر سوخته شیره ای برو بریم یالا برو دیگه چی داود همشه خوشحال نیستی عزیزم؟ چرا؟ مهتاب نیومد؟ هنوز نه، ولی ممکنه با فرهاد برگرده. آقای سردار بهتره که شما اجازه بدیم با هم عروسی کنن. ممکن نیست، ازدواج بایستی مطابق شئون خانوادگی انجام بگیره. حالا که حاضر نشد با تو عروسی بکنه، باید زن پسر برادرم بشه. زن پسرموش؟ بله بله، با اینکه ازش ناراحتم، اما هرچی باشه اون از سبقه خودمه، اشرافزاده است. برو تو. بفهمو جناب سردار، این هم آقای اشرافزاده است. چی شده؟ این پسر برادر شماست، همونو که تو جاده کارخونه میخواست شما رو بکشه. یه ساعت پیشم خیال کشتن مهتابو داشت. راست میگه احمد؟ بله پدر جون. معذرت بخوام عمو جون، اجازه بدین دستتون خم شد. بندازیدش بیرون. برو بیرون، شغال مرده. بیاره بیرون، برو بیرون. احمق نالایق. خب خداحافظ پدر سابقم. صاحب 15 تا کارخونه و شخصیت و انگشتر جد آبادی و خیلی چیزای دیگه. نگرش دارید دیگه چی کارم دارید؟ برای این که از امروز تو داماد من هستی. من خیال کردم میخوای حکم اعدام منو صادر بکنی. بسه دیگه. شنیدی پدرم چی گفت؟ شنیدم، اما یه خورده اشکال داره. چه اشکالی داره پسرم ها؟ رضایت اون پدرم شرطه. پدرم باید ازش معذرت بخوای. من ازش معذرت بخوام؟ بله، همونطور که شما شخصیت داری، اونم باغبونو برای خود شخصیت داره. باشه، برید مشیدالله پدر داماد منو با احترام وارد خونه خودش کنید. زود باشید. بریم عزیزم. آقای دکتر، حس میکنم حالا
حالم خیلی بهتر شده. عقیده منم همینه قربان. خواهش میکنم کمکم بکنید که لباسامو بپوشم برم استقبال پدر دامادم. چشم.